بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستان نام من محمد اسلام ساحل هستم و میخوام معلومات افتواری که اثر پدری ایشون نیت بر شما تهیه می شود میخوام معلومات بر شما به زبان دی تقدیم کنم دی ویدیو امروز موضوع ویدیو د مورد واکسین برای اطفال است و همچنان سوالاتی که اثر مردم برای ما راجع شدن میخوام برازو جواب بگیم میریم به طرف سوالات دوستان سوال اولی که از طرف یک دوست از ما مطرح شده بود گفته که در کدام سن یا کدام وقت میتونه که اطفال بالای خود واکسین کرونا تطبیق کنه یا میشه که بالای از واکسین تطبیق شوه در جواب یه برشون گفته که در این وقتا یعنی چند وقت پیش بخاطر اطفال که یعنی سنشان از 6 ماه شروع میشه تا 5 سالگی واکسین کرونا برای ازوا از طرف دو اداره که به نام FDA و CDC یاد میشن واکسین فایزر و مدرنا برشان اپروف شده منظور شده یعنی میتونن همی اطفال که دمستن هستن از سنش از 6 ماه شروع میشه تا 5 ماه بالا ازوا این واکسین تطبیق شد بخاطر همی واکسین زیاد مطالعات صورت گرفت و این واکسین که از بخاطر اطفال و برای اطفال که از بسیار مفید است، سیف است، مسئول است، هیچ مشکل نداره و همچنان برای اطفال همین واکسینی که داده میشه مقدارشان کم است یعنی برای کلنا که وقتی که یک دوز داده میشه یعنی حصه چهارمی از دو دوز برای اطفال داده میشه یعنی بسیار کم است و همچنان یعنی در 3 مرحله برای تطبیق میشه وقتی که مرحله یعنی واکسین اول برای تطبیق میشه باز منتظر میشه برای 3 هفته 3 هفته بعد باز میه یا واکسین دومی رو میگرم بعد از واکسین دومی برای 2 ماه منتظر میشه باز واکسین سیومی رو میگرم و همچنان مدرنا که است باز 2 دوز است واکسین اول که است وقتی که برای تطبیق شد برای 2 هفته برای 4 هفته بسیار ببخشید برای 4 هفته منتظر میشه بعد از 4 هفته باید واکسین بالاشان تطبیق میشه همچنان دگلس کانتی به خاطر اطفال برنامه را برای انداخته که میتونه اطفال در مرکز آزیا که از کجا واکسین شوه برایش واکسین تطبیق شوه و همچنان این واکسین که است برای هر کس که است برای اطفال که است مفت است یعنی برای ازی پیسه ازا نمیشه شما میتونه که تی دکتر خانگی تن که از فامیلی تن که از کتر رو تماس شده و همچنان واکسین در دفتر یا در کلینیک از با شما بالای اطفال خود تدریق کنه سوال دومی شخص پرسان کرده که آیا این ضروری است که اطفال باید واکسین شوه در جواب برشان گفته شده که بله CDC که یا اداره کلان بخاطر آمی ادویجات و بخاطر چیزای صحی است یعنی اگه داره است که هر چیز که از طرف از او بخاطر مربوط چیزای طبابت باشه صحی باشه از سمی داره تیر میشه از خاطر و برای کل اگه توصیه کده که باید اطفال که در مثل ناست که پیشتر گفتم براتان باید بالایشان امی واکسین تطبیق شده بخاطر از این که از امی وایرس اکثریت اطفال که باید مریض شدن تا شفاخانه رسیدن زیاد از اطفال بدن که مریض شدن زندگی خود از دادن یعنی از پیش از این امی مرض مردن و همچنان یک نوع وایرس دیگه است که مس کرونا میگه یا MIS-C یعنی انفلامیتوری سندروم است یک رقم وایرس است که او برای اطفال پیدا میشه که نفس تنگی یا کدام مشکل دیگه برش پیدا میشه و یا برای اطفال که است لانگ ترم یا طول مدت نواقص می داشته باشه وقتی که اگر اطفال به این مرض بر نوع کرونا که است مبتلا میشن برازو یک نوع مرضای دیگه است که برشان دامدار پیدا خواهد شوه از خاطر این واکسین که است میتونه که از زمین کرونا جلوگیری کنه و برشان مفید است چند وقت پیش یعنی در ماه جون و آگست یعنی سال 2021 سال پیش در اطفال کرونا زیاد شده بود و نوی که در اطفال بود یا ویرین که در اونجا بود ویرین که یعنی نویش که بود از کرونا او را به نام دلتا میگه او وایرس در اطفال زیاد بود و اکثر اطفال که مریض میشدن در ازنو ویرین دلتا که بود با او مفتاد میشدن از اون خاطر
یعنی این واکسن میتونه که تمام ورینت ها کس میتونه که از او جلوگیری کنه یا اطفال مریض نشن. بازم یاد یه تاکید کده گفته که واکسن که از بخاطر جلوگیری از این وایرس است و همچنان میتونه که اطفال تانه از این وایرس یعنی جلوگیری کنه یعنی نگاه کنه. بسیار خوب خوب است که شما این واکسن رو بالا اطفال خودتان تطبیق کنید. سوال سومی یک شخص پرسان کده که آیا این واکسن که از برای اطفال سیف است یا مسئول است؟ یا برشن جواب گفته که بله این واکسن مدرنا و فایزر که از هر دویشان بسیار سیف است، بسیار مسئول است برای تمام اطفال. و وقتی که FDA یا CDC یک چیزی که برای مردم یا برای اطفال سیف نباشه او را قبول نمی کنه، بخاطر که اطفال که از آینده همی کشور است و بخاطر اطفال ای واکسین که فعلا یا جور کده یا اپروف کده یا منظور کده بسیار مسئول است، هیچ مشکل نداره. و بالا از این واکسین بسیار ریسرچ یا تحقیقات صورت گرفته، یعنی میتونه که برای تمام اطفال وقتی که واکسین برش داده میشه کدام مشکل ایجاد نکنه. از خاطر این واکسین که از سیف است مسئول است، هیچ مشکل نداره. سوال چهارم یک شخص پرسان کده که I have heard some people can get booster shot, is that true? یک شخص پرسان کده که اکثر مردم که هست میتونه یک بوستر شات یا یک چیز بگیره، فرض مثال واکسین های که اضافه است، یعنی ما میتونم که از این واکسین همچنان ما مستفید شم یا از استفاده کنم. CDC امی داره که بخاطر صحت کار میکنم و برای تمام اطفال که سنشان از 5 سالگی تا 11 سالگی است میتونه برای از اطفال بوستر نیز داده شود، ولی میتونه که بوستر هم بگیره. ولی باید برای 5 ماه منتظر شو از واکسین دومی تا بوستر شات که باید برای 5 ماه منتظر شو. وقتی که اول واکسین گرفت دوم واکسین گرفت بعد از اون منتظر میشه برای 6 ماه، برای 5 ماه بسیار میبخشی، برای 5 ماه بعد از 5 ماه باز اون واکسین سیومی که از بنای بوستر شات که برش میگه بازورا بالاشن تطبیق میکنه یا او را برشن میتن. از وقتی که میگه امی پندمیک یا امی مرض شروع شده، مرض کرونا، تقریبا 4.8 میلیون اطفال از این مرض از سن 5 سالگی تا 11 سالگی با این وایرس مبتلا شدن. 15,000 از که بدن بسیار وخیم مریض شدن، یعنی شبخانه مریض بدن که بستر بدن. و همچنان 180 از این طفل از این مرض جانهای خود زدن، یعنی تلف شدن. حالا که فعلا در امریکا، بسط امریکا اکثر یعنی مرض کمتر شده، یعنی کم شده، بازم برای کلگی بوستر شات که از توصیه میشه، یعنی باید بوستر شات برای خود تطبیق کنم که میتونه که او را کسایی که به این وایرس مبتلا میشه از جلوگیری کنه. و همچنان یک چیزی که دیگه از طرف یزوا گفته شده که حتی اطفال که یا اشخاصی که سنشان از 12 سالگی شروع میشه تا سنهای کلان یا خودش مشکل میداشته باشه، پر مثلا مشکل ذهنی داشته باشه یا سنش 50 سالگی باشه، یعنی موسن باشه، این بوستر میتونه که بخاطر از اون نیز یک چیز مفید باشه، بخاطر که میتونه یه اطفال که وایرس از یک جا به دیگه انتقال میشه برای کسایی که بسیار حالتشان وخیم است برای از اون انتقال بتن. از اون خاطر اطفال که واکسین میشه و این مریض نمیشه، این گپ خوب است که بخاطر از اون کسایی که زیاد حالتشان وخیم است برای از اون وایرس انتقال نمیتن. از اون خاطر این واکسین که از برای کلگی مفید است، هیچ مشکل نداره و شما میتونه که این واکسین بالا اطفال خود تطبیق کنید. حالی میم دوباره آمار که برای دگلس کانتی رسیده، یعنی تابالی که کرونا شروع شده چقدر چند آماری که هست از کرونا یا کووید 19، یعنی تابالی از وقتی که کرونا شروع شده تا تاریخ 22 جون که افتی گذاشته بود، یعنی چهارشنبه گذاشته بود افتی سال 2022، 155,965 نفر در شهر ماها در شهر نبراسکا در دگلس کانتی به این مرض مبتلا شدن، یعنی مثبت بودن کازیشن. و کازای نو که در این هفته بودن 1,071 نفر بودن. و همچنان
68 نفر اضافه از هفته گذشته در این هفته با وایرس کرونا مبتلا شده. یعنی 68 نفر دیگه که از نو یعنی نسبتا به هفته گذشته زیاد شدن. و همچنان کسایی که از این وایرس مریض بودن و همچنان جانهای از زدنی تلف شدن دیدشن با 1134 نفر میرسن و کسایی که فعلا مریض هستن با وایرس کرونا مبتلا هستن و در شفاخانه فعلا قرار دارن دیدشن با 72 نفر میرسن که 3 نفر از این جمله طفل هستن. این بود معلومات هفتوار که برای شما تهیه کردیم. خدا کنه معلومات برای شما مفید تموم شده. شما میتونید که صفحه فیسبوک که اسم جانجی شما لایک کنه و همچنان سوالاتی که شما داری با صفحه از و تماس بگیری و سوالا باز برای ما راجع میشه. باز ما میخوایم معلومات برای شما تهیه کنیم. وقت خوش. خداحافظ.